سلام خدمت شما من محمد زند هستم با فرخوندگی و سرور بسیار آغاز شستومین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران رو به همه هواداران و دوستداران مقاومت و مجاهدین به بردر مسعود و خواهر مریم به خواهر زهرای عزیز مسئول اول سازمان مجاهدین خلق به کانون های شورشی که نسل جدید مجاهدین هستند و به همه هواداران که نام این سازمان را در همه جهان گستردند و همچنین به خود مجاهدین تبریک عرض میکنم درود بر محمد آقای حنیف نژاد و سعید محسن ولی اصغر بعدی زادگان که با خون پاکشون بعضی رو که کاشته بودند این تی... این شجره طیبه آبیاری کردند و اولین سر موزیا بودند که در مسیر امام حسین در برابر شاه و شیخ سرخم نکردن و پس از اون هم با برادر مسعود که رهبری این جنبش رو در دست گرفت پس از سرنگونی شاه خائن و در دوران خمینی پس از سی خرداد پس از پنج مهر پس از آشورای مجاهدین و شهادت اشرف و موسا و به خصوص در مرداد و شهریور سال 67 و 30 هزار سر ای در عملیات های ارتش آزادی بخش و به خصوص عملیات آفتاب، چلچراغ و عملیات همیشه جاویدان فروغ جاویدان ادامه یافت و این مسیریه که 120 هزار شهید در حتی زندان های قرون وستاری خمینی, هم خمینی و هم سر موزه باقی موندند و این مسیر تا امروز ادامه پیدا کرده و شاه و شیخ رو هم مثل شاه به زباندان تاریخ خواهند امروز هم به یمن انقلاب خواهر مریم می رویم تا در فلک اجتماعی و سیاسی میهن ترهی نو در اندازیم که جاودان و جاودان خواهد روز اول محمد آقا گفت مبارزه در عرصه سیاسی و اجتماعی بین ستمگر و ستم است نه بین خود با خدا و بی خدا حالا در این شهست سال چه شاه و چه شیخ با نمیدونم گفتن مارکسیست اسلامی و گفتن منافق و هزار تخمت و اینا نتونستن مجاهدین رو از صحنه به کنن حالا همین داریم میبینیم که مردم ایران همین امروز در خیابونهای ایران همون کلمه طیبه رو به تبعیت از همون کلمه طیبه ای که محمد آقا گفت تکرار میکنن که مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر یعنی بار دیگه اثبات شد که جنگ بین ستم دیده است و ستمگر و مجاهدین هم مجاهدین هن، که دارن این مسیر رو طی میکنن و مطمئن هستم که همونطوری که در قرآن آمده علیس صفه به غریب قطعا که مثل شاه شیخ هم تمام وضعیت الان نشون میده که رفتنیه و سرنگون خواهد شد بار دیگه آغاز شستمین سال گرد تأسیس سازمان پرفتخار مجاهدین خلق و به برادر مسعود و خواهر مریم تبریک میگم